نیم صده پیش ایران در گیرودار اصلاحاتی بود که توسط شاه ایران محمد رضا پهلوی هدایت شد. آنچه که اصلاحات ارزی نام گرفت نه تنها روستاهای ایران بلکه شهرها را هم دگرگون کرد. پیامدهای اصلاحات ارزی چه بود و تا چه حد به اهداف خود رسید؟ سلام اگر بخواهیم بر دو تحول اساسی در طول دو دهه پیش از انقلاب ایران انگشت بگذاریم اصلاحات ارزی بعد از افزایش درآمد نفت شاید تحول دوم باشد این دو بافت جامعه ایران را تغییر دادند در مورد نفت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه ایران زیاد میشنویم چرا که کماکان ساری و جاری است اما اصلاحات ارزی تحولی است که در نظر اول فقط برای تاریخ نگاران جذاب می نماید. حال اون اونچه نیم صده پیش در ایران بحث روز بود بقیده هم موافقان و هم مخالفانش چنان تأثیر گذار شد که سزاوار بررسی نه فقط در محافل اکادمیک بلکه در رسانه هاست آیا اصلاحات ارزی آنطور که گفته میشد به تقسیم گسترده زمین بین زارعین انجامید؟ اگر بله چه سهمی از زارعین به زمین دست یافتند و به چقدر زمین؟ آیا اصلاحات ارزی به بهرهوری بیشتر در کشاورزی و افزایش تولیدات انجامید؟ آیا تغییر شکل و شمایل روستاها و تفاوت در سطح زندگی زارعین این پس از اصلاحات ارزی سمت و سوی مثبت داشت؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. امیر اسماعیل عجمی در دهه چهل شمسی از متخصصان سازمان برنامه و بودجه بود و به این دلیل سخت درگیر طرحهای اقتصادی چون اصلاحات ارزی مهداد وهابی استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن پاریس مهمان دیگر برنامه است که مباحث مربوط به اقتصاد ایران از جمله اصلاحات ارزی را از نزدیک دنبال کرده خیلی خوش آمدید آقای عجمی از اصل مطلب شروع کنیم اصلاحات ارزی به تقسیم گسترده زمین بین زاره، این انجامید؟ همونطور که شما در مقدمه‌تون گفتید نتایج و عواقب مورد تناقض و بحث انگیزه من فکر کنم برای اینکه به سوال شما جواب بدم اول باید یه تعریفی از اصلاح ارزی بکنیم چون اصلاح ارزی هم در از عمومی و هم بین متخصصان معانی مختلفی داره به نظر من اصلاحات ارزی تنها محدود به تقسیم عراضی بین دهقانان نمیشه بلکه چون نهاد مالکیت یکی از عمده ترین نهادهای جامعه ایرانه تحول مالکیت موجب دگرگونی در ساختار قدرت سیاسی، طبقات اجتماعی، روابط تولید و مناسبات میشه. اگر این تعریف را قبول کنیم، آثار و اصلاح ترزیخ فراتر است. زمین به دهخان و کشاورزی است. به این معنا هم در سطح ده و کشاورزی اثر گذار است و هم در سطح کل جامعه بله شکی نیست این سوال ها رو در ادامه برنامه میپرسم منطقه اون چه که در ابتدا گفته میشد این بود که این برای تقسیم زمین بین زارعین تدوین شده میخوام ببینم تا چه حد هد به این هدف رسید از لحاظ هدف تقسیم اصلاح ترزی موفق شد یعنی با تحقیقات و تحلیل هایی که شده حدود 90 تا 100 80 تا 90 درصد رعیت های سابق که صاحب نسق زراعی بودن یعنی حق زراعت داشتن در سیستم ارباب رعیتی زمین به آنها داده شد اما تقسیم زمین به طور مساوی انجام نشد چون ما از زمین های کشاورزیمون نقشه‌برداری نشده بود مساحت اراضی را نمی دونستیم. بنابراین زارعین متنفذ ده مانند کت خدا کسانی که با مالک و مباشر روابط داشتن متنفذین محلی زمین بیشتری گرفتن پس اولین مسئله اینه که زمین به کشاورزان تقسیم شد در حدود 80 تا 90 درصد رایای صاحب نسق زمین بهشون رسید اما کارگران کشاورزی که, که خوشنشین و خوشنش... نامیده میشه خوشنشین بله. ها که نسق از ارائی نداشتن از... ساترزی بی بهره وقتی ما میگیم کارگران کشاورزی یا خوشنشین ها که در مورد لفظ خوشنشین هم اگر فرصت بکنیم صحبت خواهیم کرد برای اینکه یه گروه محدود کارگر کشاورزی رو در بر نمی دیگه مثلا بقال ده رو هم احتمالاً در بر می گرفته. ولی این هایی که مستثنا شدن و در اصلاحات ارزی گنجانده نشدن و شما خوشنشین و کارگر کشاورزی نامید اینا چند درصد از جمعیت روستایی بودند برابرت های متفاوتی شده تحلیل های من اینه که بین سی تا ۳۵ درصد جمعیت روستایی ایران خوشنشین, خوشنشین بودند که خوشنشین همانطور که شما اشاره کردید از چند قشر متفاوت تشکیل میشد قشر عمده کارگران کشاورزی بودند که به نحوی از آنها در تولید در زمان ارباب شرکت داشتند بله. اما دکنداران، پیلوران، رباخاران و گروه های فنی هم جزء قشر خوشش داشتن بله. به این گروه زمین داده نشد بله. و اون زارعینی که زمین گرفتن هرچند گفتید که به طور مساوی زمین نگرفتن معدل تعداد هکتارهایی که رسید بهشون چی بود؟ بیشتر تحقیقاتی که شده چه مطالعات من از نظر فیدورک تحقیقات محلی و جرفانگر و چه تحلیل های آماری برای کل کشور متوسط زمین که به زاره رسیده حدود پنج هکتاره پنج هکتار این اقتصادی بود یعنی پنج هکتار میتونه سطح زندگی بهتری نسبت به سابق برای معدل زار این فرهم بیاره؟ بر اساس تحقیقات حدود هفت تا ده هکتار زمین لازم داریم تا خانواده کشاورز تأمین معاش بکنه و مقداری هم برای فروش به بازار داشته شد. ولی توجه بفرمایید فقط مسئله مقدار زمین نیست با تفاوت های اقلیمی بله بله که بین مناطق هست دو هکتار زمین در, در شمال. شمال, با ده هکتار زمین در فارس معادله خب حالا اگر این آماری که شما دادید رو بپذیریم که بیش از 80 درصد زاره اینی که نسقدار بودن یعنی حق زراعت داشتند به زمین رسیدن و معدل زمینی که گرفتن پنج هکتار بود در مجموع به این ترتیب میشه گفت که موفق بود البته در مورد خوشنشینان صحبت خواهیم کرد اگر اون ایراد اساسی رو در نظر نگیریم اصلاح ارزی به نظر شما موفق بوده از لحاظ واگذاری زمین موفق بود اما در این واگذاری دو سوم رایای سابق زمینی گرفتند که کمتر از پنج هکتاره پنج هکتار خیلی مقدار کمی با توجه به کمبود آب در ایران یک سوم دیگر عراضی گرفتند که پنج تا ده و حتی ده تا بیس هکتاره بنابراین قشر مرفع ده بسیار خوب از اصلاح ترزی بهرمند شد قشر پایین نه ای آقای وابی شما فکر میکنید اصلاحات ارزی چندان موفق نبود چرا؟ به گمان من دکتر عجمی مسئله اصلاحات ارزی رو در متن اقتصاد کلان جامعه قرار داد از ابتدای صحبتش و نقطه شروع بسیار صحیح من برای توضیح دادن اینکه آیا موفق بود یا نبود از نکته استفاده می کنم که کارل پولانی در دگرگونی از این گراند ترانسفورمیشن مطرح کرد اقتصادان مطرح مارکسیست قرن بیستم درست میگه معنا مارکسیست البته کلمه دقیقی نیست سوسیالیست باید گفت بله خیلی از مارکسیست و... قبول ندارم قبول ندارم به عنوان مارکسیست بله. ولی ایشون مطرح میکرد که دگرگونه از شامل گذار از روستا به شهر و نیز گذار از کشاورزی به صنعت این دو تحول بزرگ لازمش یک انقلاب نظامی بود و یک انقلاب ارزی که باید عوامل تولید یعنی نیروی کار و زمین رو مبدل به کالا میکرد این دو تحول لازمه اون چیزی بودند که اضافه محصولی بخش کشاورزی فراهم میکرد که مقدمات صنعتی شدن رو شالوده صنعتی شدن رو فراهم میکرد و نیست با دامن زدن بیدار کردن دهقانان سبب می شد که زمینه های پیدایش نوعی از دموکراسی در قبر پدید بیاد در ایران اگر بخوایم اصلاحات ارزی رو از این ز... زاویه که پولانی مطرح می کنه نگاه کنیم پاسخ ما این هستش که موفق نبود چرا موفق نبود؟ اولا کشاورزی اون اضافه محصول رو که لازمه صنعتی کردن بود به هیچ وجه در ایران فراهم نکرد خواهیم دید که اگر آمار به اصطلاح نتایج کشاورزی رو بعد از اصلاح ارزی ببینیم این آمار به طور کلی یا معادل صفر بوده باراوری یا حتی منفی بوده در ده پونزده سال بعد از اصلاحات و دومی که به هیچ وجه زمینه دموکراسی یا فعالیت مستقل دهقانی رو ایجاد نکرد مگه قرار بود اصلاحات ارزی زمینه دموکراسی فراهم کنه آقای علل اصول در کشورهای غرب اصلاحات ارزی یک پایه طبقاتی اجتماعی جدیدی برای دولت فراهم آورد و یک نقطه مهم در پروسه شکل گرفتن دولت مدرن و دموکراتیزاسیون دستگاه دولت در ایران ما شاهد نیستیم اتفاقا تصور من اینه که اگر ما اصلاحات ارزی رو از زاویه توسعه سرمایه‌داری در ایران نگاه کنیم متوجه میشیم که اصلاحات ارزی عامل اصلی در این امر نبوده درآمد نفت بوده این کار یعنی ملی شدن نفت اون طوری که در دوری مصدق انجام شد و طبعات اون به مراتب مهمتر بوده برای توسعه سرمایه داری در ایران اما اصلاحات ارزی اهمیتش به لحاظ سیاسی بود و به لحاظ جابجایی بلوک قدرت من در یک جمله باید بگم های. به گمان من اصلاحات ارزی مقوم نظام استبدادی تکنفره نفره یا اتوکراتیک محمد رز... محمد رضا شاهی بود به چه شکل به این معنا که خلای قدرتی که در روستاها دولت داشت بعد از شهریور 20 و سالهایی که در واقع تا به کودتای 28 مرداد انجام شد ما هیچ وقت در ایران مگنا نداشتیم مثل قرن 13 انگلستان که در یعنی اون یک شاه سندی که سندی دابد... که قدرت رو بین شاه و مالکین و تقسیم کلیسا بارد. تقسیم کنه ولی در این دوره به دلیل خلایی که قدرت سیاسی در ایران وجود داشت مالکین در روستاها قدرت بلا منازه داشتند همراه با و به حمایت روحانیت و نیز رؤسای خوانین و اشایر و معتقد هستید که اصلاحات ارزی این دوگانگی قدرت را از میان برداشت دقیقا سبب شد که بله. محمد رضا شاه قدرت بازار بزرگ مالکان رو بله. در واقع بشکنه همینطور روحانیت رو و نیز سران اشایر رو و قدرت در دست خودش متمرکز کنه و پایه های قدرت جدیدی رو بریزه که البته متکی بود به برجوازی بزرگ ایران بله. متکی بود به تکنوکراسی و بروکراسی دولت و بخش از اخشار میانی اما خود دولت یعنی دستگاه محمد رضا شاهی مستقل بود از این اخشار جدید متعجستم. اما پیش از این چیزهایی که شما به نظر میاد پیامدهای اصلاحات ارزی میدونید بذارید دوباره همون سوال اولیه رو بپرسم که اگر در جلد یک زاره برید و خودتون رو در اون زمان بگذارید سوال اون خواهد بود آیا این اصلاحات ارزی به تقسیم عراضی به اون شکلی که آقای عجمی گفتند انجامید به اون شکل گسترده ای که آقای عجمی گفتند که البته ایرادهاش رو هم گفتند از جمله این که خیلی ها کمتر از پنج هکتار گفتن ولی 80 درصد زاره منهای خوشنشینان به زمین برسن این رقم کمی نیست این تحول بنیادیه آقای عجمی بسیار دقیق در اون صحبتشون وقتی گفتند آری بلا فاصله شروط رو اضافه کردن و اون شروط به نظرم بسیار مهمه ایشون فرمودند که کمتر از هفت هکتار واقعیت امریه که کفاف معیشت خانواده دهقانی رو نمیکنه. ما تقریبا 700 هزار خانوار روستایی داریم که زمینی معادل دو هشته دهم نصیبشون شد باید یادی بکنم از دوست ارجمندی به نام هوشنگ کشاورز صدر که او اعتقاد داشت اصلاحات ارزی بعد از به انجام رسیدنش باعث شد که کشاورزی ایران به دو بخش تقسیم بشه کشاورزی خواص که با 20 درصد مرغوب ترین زمین های ایران در دست دولت قرار گرفت و کشت و سرت های بزرگ اگری بیزینس و 80 درصد زمین های نامرغوب که در دست دهاقین قرار گرفت آیا جمعی شما با این برآورد آقای وهابی موافقید؟ من در توضیح کلی ایشان راجع به حرکت قدرت و تسلط رژیم گذشته بر دهات و قدرت سیاسی موافقم اما علاوه بر قدرت اصلاحات ارزی در زندگی و تولید اثرات متعددی داشته برای اینکه این, این اثرات رو شهر بدیم باید وضع بخش کشاورزی و زندگی روستایی رو قبل از اصلاحات ارزی نگاه کنیم بررسی کنیم و ده سال بعد از اصلاحات ارزی برگردیم قبل از اصلاحات ارزی در جامعه ایران دوگانگی شدید هست بین شهر و روستا در ده از آنچه در شهر هست خبری نیست جز فقر عقب افتادگی و عدم کارایی بخش کشاورزی حالا در مورد تولید و بخش کشاورزی با نظر آقای وهابی موافق نیستم چون شما آمار و تولیدات اصلی کشاورزی را 5 سال متخصص قبل از اصلاحات ارزی بگیرید 5 سال ده سال بعد هم بگیرید تولیداتی که در شک نیست مثل تولید چغندر چون به کارخانه تحویل میشه تولید پنبه تولید برنج اگر اینها رو بگیرید گرایش بازدهی بعد از اصلاحات ارزی به میزان قابل ملاحظه اضافه شده قبل از اصلاحات ارزی تولید چغندر در هکتار یعنی عمل کرد پونزه تون بوده ده سال بعد سی تون شده و این است که ایشون میتونن چک بکنن از این ارقام مربوط به تولیدات مشخص که بگذریم کل تولیدات کشاورزی میشه گفت که رشد قابل توجه داشت یکی از مسائل مورد تناقض و بحث اثر اصلاحات ارزی در بخش تولیده علت این کمبود آمار اطلاعات و مطالعات برای دوره قبل داره اما بعد از کم و کیف کردن اسنا آمار و به قول به مثل معروف مور از ماس کشیدن من وقتی نگاه میکنم اثر اصلاحات ارزی را در افزایش تولید مثبت می دونم. در حقیقت در یکی دو سال اول اصلاحات ارزی کشاورزی ایران در حالت رکود بوده چون نظم گذشته از میان برداشته شده اما بعد از اون در دوره برنامه سوم رشد کشاورزی ایران دو هشت دهام درصد بعد از برنامه سوم در ده سال ما رشدی بین سه تا چهار درصد داریم که من بیشتر تحقیقات را دیدم یک نکته را اضافه کنم بعد از انقلاب بانک مرکزی تمام بخش های ایران قبل از انقلاب رو مطالعه کرده به این نتیجه رسیده که رشد کشاورزی در ده سال قبل از انقلاب چهار و شش درصد بوده هر سال چهار, بله چهار و شش که بله چهار و شش درصد بله 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 بوده اگر این رشد مورد دستکاری رژیم گذشته بود انقلابیون خیلی خوشحال می شدن بگن در این آمار تقلب شده پس هم بعد از انقلاب هم تحقیقات محلی من و آمار یه رشد کشاورزی مورد قبول سه چهار درصد برای این رشد کشاورزی منبعش رو گفتید بانک مرکزی و بانک مرکزی در بعد از انقلاب اون رقم اولی که گفتید که بیش از 80 درصد نسقداران یعنی زارینی که حق زراعت داشتن به زمین رسیدن آمار اون رو کجا برای اینکه این منابع خیلی مهم بله، هستن دو آمارگیری کشاورزی داریم یکی آمارگیری که کشاورزی 1960 و, و, و یکی 1974 این دو آمارگیری رو که بررسی میکنید مرکز آمار اینجا مرکز آمار بسیار, بسیار خوب خیلی ممنونم آقای وحابی دو نکته مهم در صحبت های آقای عجمی بود یکی مربوط به اون کادر عمومی که شما دادید ایشون گفتن که شهر و روستا از هم جدا بودن این دوگانگی که ایشون نام گذاشتن به این شکل بود که در روستا هیچ خبری از اون خدماتی که در شهر دیگه داشت شکل می گرفت از جمله درمانگاه ها از جمله نمیدونم سوادآموزی خبری از این چیزها نبود و اصلاحات ارزی به گفته ایشون که در مقالاتشون هم هست این دوگانگی رو کم کرد و باعث وصل روستا و شهر شد شما البته تعبیر دیگه ای دارید معتقد هستید که خلای قدرت رو پر کردن در روستاها نظام و شخص شاه دیگه حضور داشت نکته دیگه که مهمتره و فکر میکنم از اون شروع کنیم صحبت شما رو اینه که ایشون به چالش میکشند صحبت شما رو در مورد بهرهوری در تولیات که شهرزی میگن بهرهوری به استناد بانک مرکزی ایران پس از انقلاب در سالهای بعد از اصلاحات ارزی مرتب بهتر بوده اجازه میخوام که مخالفت کنم با حرف ایشون برای اینکه ارقامی که ایشون آوردن متوجه چقندره متوجه به اصطلاح پنبه هستش و ما در برنج اشاره که ببینید 65 درصد محصولات کشاورزی ایران جو و گندمه بخش 35 درصد باقی مونده که بهش میگیم کش کراپ یعنی محصولاتی که به ستاد تبدیل میشن به برای پور. فروش برای فروشن بله. اینها شامل اون نکاتی هست مثل برنج مثل در واقع پنبه پس بذارید هم اینجا بپرسم اون رقم شما در مورد کش کراپس بود یعنی ناخه. محصولات ناخه. یا 3-4 درصد رشد برای کل تولیدات کشاورزی خب، مع الان عرض می رقمی که ایشون آوردن قطعا در مورد گندم و جو نبوده من آمار سازمان جهانی خاربار و تغذیه او رو دارم ذکر میکنم کنم خدمتون مال دهی که مورد استناد آقای کاتوزیان هم هست آمارش هم هست همایون کاتوزیان هم, 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 هم هست به طور مشخص مقدار باراوری در بخش کشاورزی سه درصده که با توجه به حساب یعنی در واقع گندم م... و جو سفر باراوریشون سفر یا, ما... یا منفیه در مورد جو در واقع منفی بوده در مورد گندم صفر بوده اون سه درصدی گفتی چی بوده؟ رشد کشاورزی بعد از اصلاحات ارزی در دهه ابتدای هفتاد رشد عمومی کشاورزی سکتور کشاورزی بله. سکتور کشاورزی حدود تقریبا سه درصده که اگر رشد جمعیت رو که معادل دو هشت است هست شما در نظر بگیرید تقریبا چیزی معادل صفره اضافه می کنم در همون موقعی که کشاورزی سه درصد رشد داره بخش صنعت 16 درصد بخش خدمات 50 درصد و رشد اقتصادی ایران بیش از 9 خورده درصده در سال در سال بنابراین من با ارقام دکتر عجمی اصلا موافقتی ندارم اضافه میکنم در مورد اون چیزی که به قند موسوم هستش ما شاهد سوبسید های عظیمی بودیم من اینجا یه رقمی رو برایشون برای اتفاقا در, در آوردم قیمت شکر تمام شده در کارخانه شکر کارون 38 تومن بوده یعنی به قیمت دلار اون زمان که هفت من بوده پنج دلار خورده ای برای قیمت شکر بوده که این بخش عمدیش از سوبسید صورت می گرفته و این از همون زمین های مرغوب زرخیز خوزستان در واقع این به اصطلاح انجام شده ایشون بوده چقدر باراوری کم است اتفاقا در مورد نیشکر یه بخشش هم مربوط هستش به برنامه های واقعا ارادگرانه شاه در یاسوج ایشون رفته بودن بالای تپه یه کارخونه غند و شکر زدن و گفتن آقا ما کجا چغندرش بیاریم و مسئول کشاورزی بخش گفت با هواپیما بیارید قربان با هواپیما بیارید اینجا که انجام بشه یعنی میخوام این نکته رو مطرح بکنم که کشاورزی ایران به لحاظ باراوری به شدت افت پیدا کرد و این تو صحبت های هویدا هم بود هویدا در دهه هفتاد گفت ما احتیاج نداریم ما نفت میفروشیم درآمد رو وارد محصولات کشاورزی رو وارد میکنیم اما اجازه بدید من یک نکته ای رو بگم که به نظر من دکتر عجمی به درستی اشاره میکنن و من نمیخوام اصلا چون چیزی از حرف من مستفاد بشه که اصلاحات ارزی در ساخت شهر و روستا ایران بی تاثیر بوده قطعا بوده بی تردید ایشون حق دارن برداشتن اون دوگانگی رو قبول دارید شهر روستا ولی رو من میخوام بگم که باز در این مورد نقش درآمد های نفت بیشتره من براتون یک نمونه میارم میزان مهاجرت در ده ساله اول بعد از اصلاحات ارزی محاسبه شده 35 روز در سال. که معادل در واقع کار فصلی روستایی که میان به شهر برای این کار کردن بل. در دهه هفتاد با بالا رفتن درآمد نفت میزان مهاجرت سال در واقع روستاییان 157 روزه در طی سال به این دلیل که در واقع درآمد 35 روز فعلگیه کارگرانی که بیا بدن از روستا در بخش ساختمانی در شهر کار میکردن معادل تولید ناخالص اون زمین دو هشت دوام نکته مهمه آقای عجمی گفته میشه که اصلاحات عرضی عملا باعث شد که یه چیزی به اسم هاشیه شهرهای بزرگ ایران ایجاد بشه و این هاشیه شهر در معادلات اجتماعی در معادلات سیاسی بعدا فوق نقش مهمی ایجاد کرد من اخیرا کتاب سعید لیلاز اقتصادان در ایران رو نگاه میکنم که در مورد همین پیامدهای اصلاحات ارزیه، به نقل از خود مقامات اون وقت میگه که اصلاحات ارزی یک قول خفته رو داره بیدار میکنه یا به عبارت یک قول خفته داره ایجاد میکنه که بیدار خواهد شد دیر و این زنگ خطری بود آیا اصلاحات ارزی به دلیل اینکه برای حتی اون زارعینی که زمین داشتن ولی به گفته شما اقتصادی نبود تعداد هکتار زمین هاشون زمینه مهاجرت اینها به شهرها و یا اگر نه مهاجرت کامل رفتن اینها به شهرها برای کار رو فراهم نکرد و به این ترتیب یک لشکری ایجاد نکرد در هاشی شهرهای بزرگ اون قول خوفتر رو ایجاد نکرد در این که در دهه ش و هفتاد روند مهاجرت تسریع شده شکی نیست من آمار مهاجرت را قبل از دهه میگم یک و یک دهم درصد روستایان مهاجرت میکردن بعد از اصلاح ارزی دو برابر شده یعنی به جای یک و یک دهم ده دو یک درصد روستایان مهاجرت کردن اما مهاجرت فقط بستگی به اصلاحات ارزی نداشته دو عامل ما در مهاجرت داریم دو نیرو نیروی محرکه یا جاذبه شهری و نیروی, دافعی دافعی نیروی دافعه شما اونهایی که انتقاد میکنن از اصلاحات ارزی تنها تاکید میکنن به نیروی دافعه یعنی اینکه در ها وضع یا بد شده همه رفتن افزایش درآمد نفت شهرنشینی افزایش دستمزدا نیروی جاذبه شدیدی بوده که اگر اصلاحات ارزی هم انجام نمیشد این اتفاق می افتاد. این مهاجرت اتفاق می افتاد منتها شدت کمتر بود. بذارید به اون خوشنشین ها بپردازیم که در بخش اول صحبتاتون بهشون اشاره شد و همجوری گفتید بیش از یک سوم جمعیت روستاها بودن بنابراین نباید نادیدشون گرفت اینها فقیرتر بودند. بودن اینها بر اساس یک طبقه بندی که دو تا از اقتصاددانان ایرانی آقای آبراهامیان و کازمی کردن و قشربندی بندی کردن در واقع تحتانی ترین قشر روستاها بودن البته کارگران کشاورزی یعنی اون بخش از ها که بخش اصلیشون بود اینها نه تنها زمین نگرفتند. بلکه به دلیل اینکه زمینهای بزرگ مکانیزه شد و نیروی کار کمتری احتیاج داشت به دلیل اینکه زارعین صاحب زمین شدن و خودشون روشون کار میکنن و نیاز به کارگر کشاورزی نداشتن عملا فقیرتر شدند دیگه غیر از اینه و اینها بودن که شاید به شهرها رفتند بخش عمرشون مسئله خوشنشینان بعد از اصلاحات ارزی یکی همانطور که شما اشاره کردید کاهش اشتغال در ده بود دوم مسئله زارعینی که صاحب زمین شدن دیگر احتیاج به کارگر نداشت. نداشتند. اما موج مهاجرت روستایی فقط خوشنشین ها نبودن اتفاقا با رشد اقتصادی که آقای دکتر بهابی هم اشاره کردن خوشنشین ها درآمدی که از دست مزد کارگری در شهر می گرفتن مخصوصا گسترش بخش ساختمان ما بله بله. و صنایع ابتدایی درآمد دستمزد در شهر درست چهار برابر در دستمزد کارگر کشاورزی در ده بود بنابراین خوشنشین ها در, در اما من فکر کنم در اصحان عمومی یک توهمی هست راجب ساترزی و من این توهم رو میخوام بشکافم و به آقای دکتر راوی آباد داور کنم که نظریه های غربی در مورد ایران صادق نیست چون کشاورزی ایران قبل از اصلاح ترزی بسیار عقب افتاده بوده تولید اضافی نداشته اون پریمیتیو کپیتال اکومولیشن که ایشون اشاره کردن اصلا در مورد کشاورزی ایران مادل فارسیش میشه انباشت, 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 سرمایه بله. کشاورزی ایران قبل از اصلاح ترزی یک قوت بخور نمیر برای زاره داشته پنجا تا شست درصد هم مالک سهم داشته که در شهر میرفته کمتر صرف سرمایه گذاری میشده پس انباشت سرمایه و سرمایه گذاری که در غرب اتفاق افتاد در ایران صادق نیست سرمایه گذاری در ایران همینطور که اشاره کردن بر اثر افزایش درآمد نفت اجازه بدین من یه توضیح کوچک بدم خیلی کوتاه اون توهم که اصلاحات ارزی موجب کاهش که کشاورزی شد و خالی شدن دهات از سکنه این با واقعیت سازگار نیست اول اینکه در دوره قبل و بعد جمعیت ایران از 19 میلیون به 34 میلیون رسیده شما یک افزایش جمعیت دارید دوم درآمد سرانه با رشد اقتصادی رشد سریع داشته تقاضا برای مواد غذایی زیاد کشاورزی در هیچ, دن... هیچ قسمت از دنیا مثلا در ایران که منطقه چیز قدرت تولید بیش از 5 تا 6 درصد نداره بله. افزایش تقاضا 8 تا 10 درصد بوده بله. فکر می کنم یه سوء تعبیری شد در صحبت آقای عجمی به هیچ وجه معزاوی انباشت بدوی سرمایه قصر رو نگاه نکردم و اتفاقا فکر می کنم اون چیزی که ایشون به عنوان توهم نامیدن و خیلی هم گفته میشه که ها با اصلاحات ارزی داری در ایران شک گرفته و به این دلیل باید اون رو به عنوان حلقه از اون دگرگونی عظیم پولانی تلقی کرد من رد کردم بالعکس نمید. من فکر می‌کنم نفت این نقش داشته و اتفاقا میخوام یه نکته ای رو اشاره کنم که ویژگی ایرانه ما در به اصطلاح اقتصاد یه مفهومی داریم به اینکه بخشای از وقتی یه توسعه‌ای بر یه پایه شکل میگیره میتونه با بخشای دیگر اقتصاد یک اتصال مثبت داشته باشه یا اتصال منفی داشته باشه مثلا شما وقتی که به اصطلاح زغال سنگ رو استخراج کردید زغال سنگ باعث شد که شما ترانسپورتیشن کل حمل و نقل رو توسعه بدید و باعث شد که کار در بخش های دیگه جمعیت ایجاد بشه از این به عنوان اتصال مثبت یاد می کنید یا, یا, یا پازیتیو لینکیج بهش میگم در حالی که در مورد نفت و کشاورزی نگتیو لینکیج بوده یعنی در آمده نفت و بخش نفت بخش کشاورزی رو خورده یعنی اون بحثی که من در مورد عدم باراوری کشاورزی میگم که مورد ادعای من فقط نیست مثلا شما میتونید از اظهارات آقای علی خانی علی نقی علی خانی در واقع من براتون براتون مثال بیم به تعداد که از مراحل دوم و سوم اصلاح از درزی پیش از, از بزرهای بزرهای داری بزرهای داری. و, همچنین از خود آقای امیر اویدا و ویده در دهه 70 که کشاورزی وضعیت خراب داره باراوری پایین ما وارد کننده ما خب درآمد نفت داریم اونو جبران میکنه یعنی من میخوام بگم که کشاورزی و نفت در ایران یک لینکیج منفی یک اتصال منفی داشتن یکی به زیان دیگری عمل میکرد بعد از ده سال پونزده سال کشاورزی اصلاحات ارزی که در ایران انجام شد خصوص مرحله دوم و سوم اصلاحات ارزی ما لازمه که اصلاحات ارزی رو مراحلش رو یادآوری نه. کنیم واقعیت اینه که ما با یک کشاورزی دولتی و خصوصی بزرگ روبرو هستیم به نام اگری بیزینس که مرغوب زمین ها 20 درصد از مرغوب ترین زمین ها با و اینها باراوری اتفاقا ندارن و یه بخش 80 درصدی نامرغوب زمین هاست که برای این دهقان هست چنین بود آقای عجل؟ چون در جریان بودم باید برای روشن شدن توضیح بدم در برنامه سوم که از 1961 شروع شد تا 67 که اون موقع شما در اون برنامه بوجه بودید؟ من موقع تحصیلات دانشگاهی میکنم در امریکا ولی در تهیه برنامه بودم بله 20 درصدی اعتبارات عمرانی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد اما در 1967 بعد از شش سال یک چرخش بزرگ در سیاست های کشاورزی دولت ایجاد شد و اون چرخش تمرکز و اولویت به کشاورزی مکانیزه و ایجاد مزارع تجارتی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی همون بخشی که سرمایداری کشاورزی سرمایه داری. بله. اما رقم بیش درصد نیست آمار مزاره بیش از 100 هکتار که شامل شرکت های زرایی کشت و صنعت های خصوصی کشت و صنعت های دولتی و کشت و صنعت های مشترک با سرمایه مجموعه اینها یک درصد اراضی هم ندادن و این رقم هست اون چه ضربه زد به کشاورزی خرد دهقانی تقسیم اعتبارات بود و 50 درصد اعتبارات دولت به بخش کشاورزی پیشرفته 50 درصد برای اون 80 درصد بود بنابراین سهم زاره از اعتبارات دولتی خیلی کم شد ولی یک مسئله من میخوام اضافه کنم نفت در ایران کمکی بود برای کشاورزی بله. سرمایه با... گذاری در کشاورزی از محل نفت. در نفت بود در مورد اعتبارات که گفتید برای بیننده هایی که در با موضوع کمتر آشنا هستند منظور شما وام است که باید بزار این داده میشد برای اینکه از محلش بتونن پول زمین هایی که بهشون داده شده بود رو بپردازند و اینها بیشتر از طریق شرکت های تعاونی پرداخت میشد و نهادهای دیگه از جمله بانک کشاورزی و معتقد هستید که این اعتبارات به این ترتیب عادلانه به کشاورزان به زار این داده نشد. اون بخش مکانیزه و بزرگ بیشترین وام ها رو میگرفت و اون هایی که زاره کم دست بودن و زمین کمتری داشتن نمیتونستن وام های خوبی بگیرن که جناب فرمایش خوب فرمودید و برداشت صحیحی بله. اما اعتبارات دولت در دو زمینه بود یکی در زمینه وام های کشاورزی یکی در زمینه کمک های بلا بله. یعنی برای شرکت های و کشت و صنعتها ها نصف تصدیح زمین هزینه آبیاری و زهکشی از محل اعتبارات دولتی بود ولی این اعتبارات به زاره این داده نشد. داده نشد من اگه فرصت شد بعد بله خیلی تنجبا... کوتاه نه اگه... بعد خیلی من کتا. اجازه میخوام... بله میخوام سوالی بپرسم بعد نظر بله. آقای وهه بپرسم به که این مبحث باید پیش از اینکه به سمت بای... پایان برنامه بریم حتما تر بشه روش خوب صحبت کنیم اصلاحات ارزی یک نظم و نسقی رو برداشت که طی قرون شکل گرفته بود در این نظم و نسق زاره اتکا میکرد به مالک وقتی که بذر میخواست وقتی که پول میخواست وقتی که خوشسالی بود برای ماه... مایحتاج کم میآورد و اصلاحات ارزی این نظم و نسق رو برچید به جاش یک نظم و نسق میشه گفت مدرنی آورد یعنی نهادهایی بودن بانکهایی بودن شرکتهایی بودن که زاره باید به اینها مراجعه میکرد آیا واقعا این نظم و نسق جدید این نهادهای مدرن دولتی جای اون سیستم جا افتاده سنتی رو گرفتن؟ سوال دقیقی فرمودید ولی شناخت قبل جواب شما را خواهد داد در نظام ارباب مالک عوامل تولید پنج زمین آ بس شخ زدن خیش و نیروی کار شما اگر به اون نظام نگاه کنید چهار رو داشت سه تاش معمولا مالک داشت اما بدتر از اون نیروی کار خانواده کشاورز در تمام مدت سال معادل با شخ و گابه شما ببینید چه سیستم غیرعادلانه در تقسیم محصول ما داشتیم و این یک مسئله ای است که کمتر دوستان بب. توجه کردن مسئله دوم وامهای مالک به صورت تقاوی در موقع خوشسالی و بحران به زاره داده میشه مالک در موقع برداشت محصول اون وام تقاوی رو برمیداشت به اضافه بهره شرکت های زراعی یعنی ببخشید تعاونی های روستایی وامدهی اعتبارشون بسیار محدود بود این یکی از نواقص عمده اصلاحات وقتی میگه بسیار محدود بود یعنی همه ی زارعی نمیتونستن به این وام ها دسترسی پیدا س... کنن مسلما اکثریت زارعین این گرفتن ولی مقدار وام در اون زمان من رقم رو برای شما بگم 6000 ریال یعنی 600 تومان وام اعتباری بود که این خرج کشاورزی را نمیداد نمی آقای بهابی در این مورد نظرتون چیه؟ میشه فقط به بحث وام ها پرداخت میشه در یک نگاه کلانتر دید که اون بافت روستایی که طی قرون شکلی افته بود به هم ریخت دیگه بله. دیگه زاره نمیتونست به مالک اتکا کنه خیلی از جاها چنان خصومتی ایجاد شده بود به دلیل اینکه زاره این رفتن گرفتن دیگه در زمان اعلام اصلاحات عرضی پیش از این که اصلا ساز و کاری شکل میگیره به این ترتیب به کلی اون نظم نسق به هم ریخت آیا نظم نسق جدید تونست واقعا امنیتی به زاره این بده؟ اجازه من یکی از آماری که ذکر کردم چون مخالفت دکتر عجمی قرار گرفت بهش اشاره کنم من بشتی بوده من گفتم که 20 درصد زمین های ایران گفتم 20 درصد مرغوب ترین زمین های ایران درست این رو کی گفته مبناش بلده. به طور مفصل در واقع مقاله است که از جانب روشن کشاورز صد در آمد در مورد کشاورزی خواص و کشاورزی عام و او وارد میشه در مورد کل این دشت ها و کشاورزیشون که تحقیقات میدانیشون کاملا قابل با ارزشن بسیار با ارزش اما ببینید ما از یه چیزی که در واقع تعاونی هایی که شکل گرفت تعاونی ها واقعیت هم مطالعات هم اوگلاد هم مطالعات نشون میده که این تعاونی هایی که در واقع به وجود اومده اساسش همین وام ها بود یعنی به جای پیله وران وام این ها بود که در واقع داده شد از لحاظ نقش تولیدی به هیچ وش نتونست جایگاه بنه رو بگیره بونه بونه چیه؟ که در واقع واقعیت امر یک نوع همکاری دست جمعی یا مالکیت مشاه اداره دست جمعیه که هم در مورد واگذاری آب هم در مورد استفاده دست جمعی از کشت یک مقدار به اصطلاح یعنی میشه گفته تعاونی زارعینه که با هم دیگه مشارکت میکردن برای اینکه از مالک به شکل دست جمعی زمین رو بیده. اداره درست خب حالا ما در بعد از دوره یعنی در مورد تعاونی های روستا دکتر اشاره کردم به تفاوت خوبه به این تفاوتی مکسی کنیم میزان وام کشاورزی وامی که داده میشه به این به اصطلاح اگری بیزینس های ایران این به اصطلاح کشاورزی دولتی و خصوصی پذیرفتن کاملا اجازه بدید که ارقامو ببینیم مینیمم وامی که بانک که اصلا بانک کشاورزی برای این روستایان نبود برای این اگری بیزینس بانک توسعه کشاورزی بانک توسعه این بانک با 500 تومان مینیمم وام بوده بسیاری از این زمین هایی که تحت عنوان زمین های مکانیزه بخش حسین گرفتن اساسا برای خود کشاورزی نبوده برای گرفتن وامش بوده خب یعنی خود اون بانک اینقدر این وام بزرگ بوده زنده بود. ولی اگر ما بریم مال دهقان رو که بانک تاوانی در واقع روستاست که کمک میکنه 1500 تومنه تا 9000 تومنه البته عجمی گفتن 600 تومان تا وسط اوایل اسات بله. ارزی 600 بله. تومان بعد اضافه شد با در 1500 تا 9000 تومان خب. من ارقام رو شما دارید تایید میکنید که ناعادلانه این وام ها داده شد اما بله. تأثیری که بر بافت روستایی داشت چی بود آیا روستاییان به دلیل اینکه از اون قیدهایی که آقای عجمی از جانب مالک گفتن اعمال میشد رها شده بودن بهتر بود وضعشون یا اینکه چون وام نمیتونستن بگیرن چون وام ها کوچیک بود چون متنفذین اعمال نفوذ میکردن شرایطشون بدتر شد چون این امنیت اجتماعی هم مهمه دیگه شما ممکنه زمین داشته باشی ولی لن. اگر احساس خطر کنی به دلیل خوشسالی اگر نمیتونم بذر نیاد و به دلایل دیگه احساس امنیت نکنی این عملا من دیگه کلام جوابتونو بدم دولت جایگزین اربابای سابق شد ببینید این شرکت های سامی زرای ببینید این بد بود اتفاقا بسیار بد بود یعنی ما مشکلی که داشتیم روستایی در واقع در سرنوشت خودش تصمیم گیری نکرد مگه قبلش میکرد؟ نه مهم نیست که قبلش میکرد اتفاقا اگر ما در همه جای دنیا وقتی به بحث اصلاحات ارزی مطرح میشه یکی از نکات اینه که نقش روستایان در اداره سرنوشتشون و کشور چجوریه حالا کشور رو بذاریم کنار در سطح به اصطلاح روستاشون چیه شما می‌بینید که شرکت‌های های سهامی زرایی شرکت‌های تعاونی نقشی که دولت بفیشه از زمان جانشینی آقای ارسنجانی در فاز دوم اصلاحات هستی با تیمسا ریاهی انجام شد که وزارت کشاورزی رو گرفت منفعل شدن هرچه بیشتر روستایان بود چون در مرحله اول این تصور پیش اومده بود که میگفتن ارسنجانی وزیر کشاورزی نیست وزیر دهاتی است وزیر دهخان است یعنی یه جنبش خودانگیخته ای در میان دهخانان شک گرفته بود برای تصاحب زمین با. و حق قائل خودش در دوره دوم شما درست عکس رو میبینید که دولت داره اقتدارش رو تحکیم میکنه در روستا و از جمله ایجاد شرکت های زامی زراعی با تهدید ساواک می اومدن میکن. من این جمله اجازه شما بخونم از این خاطرات آقای با تهدید ساباک دهخانان را به عضویت این شرکت ها در و در مورد های چندی مأموران وزارت تاون و امور و روستاها نارچار شدن از راه تهدید ساواک و غیره روستاییران را بیاورند بله آقای جمعی ببینید اظهارنظر نظر کلی در مورد مسائل کشاورزی یک کمی گمراه کننده است تعداد کل شرکت های سهام زرایی از اول تا قبل از انقلاب 96 داشت این 96 شرکت دو درصد عراضی ایران رو دارن یک دو عرض کردم یک چرخشی در سیاست کشاورزی شد وقتی این چرخش اتفاق افتاد اده ای از پژوهشگران جامعه روستایی چه در سازمان برنامه چه در دانشگاه تهران چه خود بنده گروه تشکیل دادیم اون نظری که ایشون اشاره کردن به آقای هویدا بنده چندین جلسه با نخست وزیر داشتم بعدم با مقامات عالی به این نتیجه رسیده بودیم بر اساس مطالعاتی که روی شرکت های سهامی کشت و صنعت و واحد های دهقانی بله. ما این سه الگو رو مطالعه کردیم در اینجا با عدد و رقم این بود که درست شرکت سهامی زراعی افزایش گندم و چغندر و سیفی رو دو برابر کرده ولی با چه هزینه با هزینه چهار برابر سوال ما این بود که کشاورزی کار دهخانه دولت و دستگاه بروکراسی نمیتواند وارد مدیریت و سازمان تولید بشه این یک نظریه بود که بنده به صورت مقاله و در چند جلسه که الان نمیخوام اسم ببرم خصوصی خیلی شدید دنبال اینجا بودیم و اخیرا فکر میکنم اگر شما به کتاب خانم اعتماد مقدم From Land Reform to Revolution ملاحظه کنید یک جلسه مهمی در حضور شاه و شهبانو بود که چهار نفر از نظام دولت یعنی هویدا آقای عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه وزیر کشاورزی و رئیس بانک توسعه کشاورزی آقای سمیعی رئیس جلسه شهبانو و علا حضرت این جلسه با حمایت شهبانو تشکیل شد بله. که گزارش صاحب نظران را به شاه شا... بدن و این نظری که گفتید از جانب صاحب نظران بیان شد این که... نظر که در کار اونجا روستا... جا... با... چهار کارشناس با این ادف هیئت خیلی محدود یعنی میخواید بگید که به این نقص کسانی که پشت برنامه توسعه سوم بودند کسانی که مغز اصلاحات ارضی بودند آگاهی داشتند و میپذیرید که چنین نقصی بود یعنی بروکراسی حاکم شد بر سرنوشت روستاییان درست میگم؟ من نقش گسترش بروکراسی به ده و کشاورزی را میپذیرم اما این نقش را صاحب نظران رد کردن در همون جلسه که ارز کردم از یک سال بعد از این جلسه نه دیگر شرکت سهامی زراعی ایجاد شد، آها. نه شرکستان یعنی تلاش چون... شد برای رفعین نقص چون ما ای... تلاش شدید بله. کردیم که کشاورز تمام عمر با خانوادش روی زمین کار میکنه و بهترین مدیر و کارگر. بله اشاره آقای وهابی به بنه که یک سنت استخوندار در بخش کشاورزی ایران بود خیلی مهمه بنه در واقع تعاونی خود زارعینه که درش نه دستگاه بروکراسی نقش داره و نه حتی میشه گفت مالکین خیلی سعی میکنن درش دخالت کنن دیگه یعنی خود زارعین با هم دیگه گروه تشکیل میدن و در گروه نسق میگیرن و گروهی میکارن گروهی برمیدارن و اصلاحات ارزی بنه رو برداشت دیگه بلد. اگر جسد فرمایید یکی از جنبه های منفی اصلاحات ارزی متلاشی شدن بنه بود که های. کار جمعی اما در مورد بنه ها یک برداشت ناسحی وجود داره اینه که زار این به طور تعاونی و خود را به عنوان یک سازمان دموکراسی دور هم جمع شدن هشت فکر نفر میکنی این نگاه تا دوازه نفر کار جمعی میکردن تشکیل دهنده بونه در نظام قبل از استادت عرضی مالک بوده مالک برای بهروری بهتر از زمین چون شما اگر مالک یک متوجه هستم دهش... ولی تشکیل دهنده اگر بوده عموما مالک دخالت دیگه در سازوکار درونی این گروه هزاره این نمی کنه دیگه و این به حال مهمه برای اینکه زاره این دیگه با هم دیگه کار میکردن دیگه به قول شما برای بهره‌وردی بهتر در این مورد مالک سربونه مم. یا در خراسان سالار را تعیین میکردی مالک به جایی که با پنجا یا صد رعیت طرف باشه حالا با ده بونه طرف سهم را از بونه میگیره ولی بعد از اصلاح ترزی با از بین بردن مالکیت بزرگ بونه که تاسیس کنندش مالک بود اونم متلاشی شد فکر کنم این مسئله در این اینکه ما... فکر میکنید از بین رفتن بونه نقصود در این حال فکر میکنید نگاه ایدئالی به بونه هم خیلی در واقع نتیجه خوبی نمیده گمراه کننده است ولی پیش از پایین برنامه حتما میخوام این سوال رو بپرسم هرچند اشاراتی بهش شد نقش اصلاحات ارزی در انقلاب رو شما چی میدونید ببینید همون نکته از اول من گفتم گفتم اصلاحات ارزی برای نظام تکنفری محمد رضا شاهی بود میخواست خوانین روحانیت جامعه سنتی که بلوک قدرت بود و سران اشایر بذاره کنار و یک قدرت دیگه ای رو در واقع جانشین کنه که برجازی بزرگ ازش متمتع بود ولی در قدرت سهیم نبود این بلوک جدید اصلا از انقلاب ایران پیدایشش در واقع اون بلوک روحانیت که در اصلاحات ارزی دیکتاتوری فردی شاه در واقع کنارش کشته بود این بلوک شروع میکنه به اعتراض کردن علیه نظام شاهنشاهی یعنی در واقع نظام شاهنشاهی در انقلاب بهمن یک جوری پاداش نحوه بله. پیش بردن دیکتاتور بله. ما اصلاح ترزیش رو میگیره آیا آقای شما رابطه اصلاح ترزی با انقلاب ایران رو چطور میبینید من باید عرض کنم که مورخ انقلاب نیستم اما اصلاحات ارزی را عامل تعیین کننده انقلاب نمیدونم اصلاحات ارزی موجب جا به جایی جمعیت روستایی به شهر شد که این روستانشین شهری پیوستن به اعتراضات بدانید که حاشیه شهر هم هاشی شهر در نشینی اگه اشتباه نکنم اریک که اشاره کردید آقای وهابی به اسمش و مطالعات خوبی در ایران داره میگه که روستایی انقلاب نمیکنه اما روستایی که میاد حاشیه شهر متمایل به انقلاب انقلاب ایران همونطور که میدونید یک انقلاب شهری طبقه متوسط طبقه روشن بود بسیار به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمان برنامه امیر اسماعیل عجمی و مقداد وهابی پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید فیسبوک برنامه هم برقرار برای گفتن چیزهایی که به نظر شما در این برنامه ناگفته مون شب و روز بر همه شما خوش